تازه های خبر از آریانا امشب با اورانوس مصمم. جانباختن 10 کودک در ولایت ننگرهار بر اثر انفجار ماین. ۲۰۱۴ پرچالش‌ترین سال اقتصادی برای افغانستان طی 3 قرن گذشته. و دیدگاه ها در مورد پیامدهای نشست فرانسه. به نام یاد خدا و با عرض سلام و وقت بخیر، امروز دوشنبه 27 ماه قصد سال 1391 خورشیدی است که برابر می شود با 17 ماه دسامبر سال 2012 میلادی. مشروع خبرها. در انفجار ماین صبح امروز در ولایت ننگرهار 10 کودک جان باختند و 2 کودک دیگر زخم برداشتند. مسئولان محلی در این ولایت میگویند این کودکان در ولسوالی چپرهار مصروف جمع‌آوری هیزم بودند که ماین انفجار کرد و 10 تن آنها را کشت. مسئولان صحی ننگرهار گفتند 3 زخمی این رویداد که به بیمارستان منتقل شده بودند نیز جان باختند. بر اثر یک حمله انتحاری بر یک شرکت بازسازی و لوجستیکی خارجی در سرک جدید پل چرخی شهر کابل 15 تن زخمی گردند. قمندانی امنیتی کابل میگوید زخمی های این رویداد همه کارمندان همین شرکت می باشد. گفته می شود در این رویداد رئیس این شرکت نیز زخم برداشته است. حوال 6 دوشنبه یک شرکت بازسازی و لوجستیکی خارجی در شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت. گفته می شود انتحار کننده سوار بر یک موتر بوده در کنار ساختمان شرکت مواد همراهش را انفجار داده است. مسئولان در قماندانی امنیتی کابل می گویند در این رویداد 15 کارمند این شرکت زخمی گردیده اند. یک کارمند این شرکت می گوید شاید میزان خسارات گسترده تر از آن باشد که تصور می شود. کار میکنیم در این دفتر دادی پوشیده بودیم که یک دفعه بسیار یک حادثه خطرناک شد، نفهمیدیم که روز از شب است کل دنیا تاریک شد. دیگه دستای خودمون میگذره شیشه آوگار کرد و یک تعداد کسای ما زخمی شد. یک تعداد کسا بسیار در زیر کانتینرها و بلدینگ ها قرار دارن، شاید مرده باشن یا زخمی باشن. دیگه زخمی هم داخلی دی او 15 کس خارجی هم دی چه دا زخمی هم شمی دی. تاریخ خیلی قوی بود. دیگه ما فکر ما که به قوی گریم تاریخ شاید که نفر زیاد مرده باشن. انفجار بالا بود. جنرال داود امین معاون قماندانی امنیتی کابل میگوید شرکت کانترکت که هدف این حمله بوده است با وزارت دفاع ملی افغانستان در بخش لوجستیک قرارداد داشت. منتهی یک کوچه یا پاس کوچه که در عقب یک کمپ بوده این حمله موتور بم البته انجام شده. بله یک تعداد بسیار سطحی بودن، ما که دیدیم سطحی بودن. خارجی هم یک چند نفر بسیار سطحی بود که فعلا قابل شفاخانه نبودن که شفاخانه بود. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ادعا دارند که شمار زیادی از اتباع خارجی در این انفجار کشته شده اند. سال 2014 میلادی در 300 سال اخیر پرچالش‌ترین سال اقتصادی برای افغانستان خواهد بود. اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی با بیان این مطلب میگوید که پس از تکمیل روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی مشکلات امنیتی در افغانستان نگران کننده نخواهد بود. با باور آقای احمدزی و شمار از مقام‌های دولتی افغان هنوز هم چالش‌های جدی وجود دارد که در برخی موارد مانع تامین امنیت در کشور می‌گردد. نصرت پارسا با شرح بیشتر در این مورد. یک سال و چند روز دیگر بعد 2014 میلادی باقی مانده است و از سوی دیگر قرار است مرحله چهارم انتقال مسئولیت‌های امنیتی در آینده نزدیک از سوی رئیس جمهوری اعلام شود. اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی از توانایی نیروهای امنیتی افغان سخن می‌زند و می‌گوید 2014 یک سال ساده است و چالش‌های امنیتی پس از خروج نیروهای ناتو نگران کننده نیست. سال 2014 سال 1991 یا 92 نیست. هر کسی که تعبیر 2014 را از دیدگاه 91-92 میکنه این ملت نمیشناسه. این ملت تغییر کرده به صورت بنیادی و ما امکانات را داریم فضل خداوند که از نگاه امنیتی مشکل نخوریم. با این حال آقای احمدزی نسبت به بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان در 2014 هشدار میدهد. سال 2014 یکی از مشکل ترین سال اقتصادی در تاریخ 300 سال آخر خود باشه. یا آمادگی میخواد. بنابراین تنها یک را داریم، دو را نداریم. رای ماییست که مشکلات طبقه بندی کنیم، سر رای حل به صورت واقع بینانه به نتیجه برسیم و تنها به پیش بریم.
رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی میگوید بزرگترین چالش امنیتی در کابل دخالت شماره از اعضای پارلمان در کار نهادهای امنیتی است. کلانترین مشکل امنیتی کابل، یکی از کلانترین مشکلات امنیتی کابل، مداخله مستقیم وکیل صاحب امروز در سطح ساتنمند تنها نه، در سطح عسکر است. نصب کردن چند ماشین اسکن که تا وسایل نقلیه هم از او بر میکنه اسکن شوه در چهار دروازه کابل بسیار پر هزینه نیست، اما صورت نگرفت. اسکن کردن در دروازه های گمرکی افغانستان این میتونه به یک بخش اساسی معضل ترافیک مواد مخدر و آنچه که به ساخت مواد انتحاری به کار میره جدن کمک کنه. ولایت کابل من خبر ندارم بودجهش، هیچ چیزش خبر ندارم که چه بودجه انکشافی داره، در حالی که از بالا فیصله شده، مرجع رهبری ما فیصله کرده که 25% بودجه انکشافی به تمام ولایات داده شده، کابل دست خالی هست. در همین حال برخی مقام های محلی در ولسوالی های کابل میگویند پس از تحویل دهی مسئولیت های امنیتی در ولسوالی های کابل، امنیت هر روز بهبود مییابد. جیمز وارلیک معاون نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان تروریسم را دشمن مشترک و تهدید بر علیه تمام کشورهای جهان دانسته و بر مبارزه مشترک بر ضد آن تاکید کرد. آقای وارلیک که در گفتگوی ویژه با تلویزیون آریانا صحبت می‌کرد گفت ایالات متحده آمریکا و افغانستان سرمایه گذاری خاص را در پیوند به ریشه کن ساختن این پدیده نمودند. این مقام آمریکایی موافقتنامه امنیتی میان دو کشور را متضمن دوستی طولانی مدت برای هر دو کشور توصیف کرد. با گزارش از عبدالقادر میرزایی که این مصاحبه را با وی انجام داده است توجه کنید. جیمز وارلیک معاون نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان که ریاست هیئت مذاکره کننده کشورش در مسائل مربوط به موافقتنامه امنیتی میان دو کشور افغانستان و آمریکا را بر عهده دارد، تروریسم را دشمن مشترک و تهدید بزرگ بر علیه تمام جهان میداند. آقای وارلیک امضای موافقتنامه های امنیتی را متضمن حضور سربازان آن کشور پس از سال 2014 در افغانستان، حمایت قوی از نیروهای امنیتی این کشور و تداوم مبارزه با حراس افغانی خواند. مبارزه مشترک ما و افغانستان در مورد تروریسم القاعده است که این یک تهدید جدی در برابر دولت افغانستان نه بل در برابر کشور ما آمریکا و جهانیان می باشد. پس ما و شما هر دو در این مورد سرمایه گذاری نمودیم تا این پدیده را ریشه‌کن کنیم. با باور آقای والی چون هیچ یکی از کشورهای جهان از شر تروریست ها و شبکه القاعده در امان نیستند و جهان نمی خواهد که تروریسم را به حیث یک تهدید بزرگ تحمل کند. او گفت دورنمای جنگ در افغانستان گروه های مسلح مخالف با ویژه شبکه القاعده و پناهگاه های امن آنهاست که کشورش اجگاه اجازه فعالیت با آنان نخواهد داد. یگانه چیزی که در دورنمای جنگ افغانستان گروه های ضد دولت خصوصا القاعده دیده است پناهگاه های امنی آنهاست که ما هرگز این اجازه را برای آنها نمیدهیم که چنین کار اتفاق بیفتد، که این موضوع در خور هیچ یک از کشور منطقه و یا جهان نمیباشد، چون هیچ یک از کشورها نمیخواهند که شبکه القاعده باز هم تهدید باشد در منطقه و جهان. از همین لحاظ بخش ماموریت ما اختصاص در از بین بردن القاعده و پناهگاه های امنشان در منطقه میباشد. رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که تامین صلح در افغانستان در خور منافع ملی تمام کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه افغانستان است. او از کشورهای همسایه افغانستان خواست تا در این راستا قدم‌های استوار برداشته و بر تامین صلح در افغانستان و منطقه بذل مساعی به خرج دهند. والی یک بار دیگر خطاب به کشورهای همسایه افغانستان گفت که ایالات متحده آمریکا خواستار تأسیس پایگاه‌های دائمی در افغانستان نبوده، بل مأموریت کشورش در افغانستان تأمین صلح و ثبات دائمی در این کشور می باشد. امضای موافقتنامه استراتژیک بین آمریکا و افغانستان فصل تازه در روابط استراتژیک کابل و واشنگتن گشوده است. دوستی متقابل و اعتماد صادقانه افغانستان و آمریکا نسبت به همدیگر دستاوردهای سیاسی، اقتصادی، معنوی، استراتژیک و دفاعی مهمی را برای هر دو جانب و به ویژه به مردم افغانستان فراهم می سازد. از همین روز که در متن موافقتنامه تاکید شده که آمریکا با منظور کمک به ایجاد یک چارچوب همکاری‌های درازمدت امنیتی و دفاعی افغانستان را به عنوان یک متحد عمده خارج از ناتو تلقی می‌کند. قرار است حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان بنابر دعوت واشنگتن در هفته اول برج جنوری سال نو میلادی مذاکرات مهم و بیشتری را با همتای آمریکاییش بارک اوباما انجام دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان رایزنی ها در مورد طرح نمایندگی دفتر طالبان در قطر را برای پیشبرد روند سال آغاز کرده است. قرار است این طرح به حکومت قطر فرستاده شود تا بر اساس آن نماینده های طالبان فعالیت های سال را پیش ببرند. همزمان با این رئیس شورای عالی سال پس از سفرش از آمریکا میگوید آمریکا حاضر است در روند گفتگو با طالبان همکاری کند. جزئیات بیشتر در گزارش از ظاهر قادری. تلاش های ملی و بین المللی برای پایان دادن به جنگ 11 ساله افغانستان در این اواخر ظاهرا شدت گرفته است. این تلاش ها همزمان است با نزدیک شدن زمانبندی خروج نیروهای ناتو از افغانستان و واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان. حکومت افغانستان آرزو دارد تا رهبران طالبان با آنان در میز مذاکره حاضر شوند، خواسته که تا اکنون از سوی طالبان بی پاسخ مانده است. با این حال شورای امنیت ملی افغانستان با شورای صلح رایزنی ها در مورد گشایش نمایندگی طالبان در قطر را دوباره آغاز کردند. شورای امنیت به ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان طرحی را تهیه کرده تا به اساس آن نماینده های طالبان در قطر با دولت افغانستان گفتگوهای صلح را آغاز کنند. این طرح که تا اکنون جزئیات آن روشن نیست قرار است به حکومت قطر فرستاده شود. نظرها و اراده ها در طالبان هم متشتت و پراکنده است و در واقع جانب اصلی گفتگو معلوم نیست و پیدا نیست. در حکومت افغانستان هم یک چنین حالتی را طالبان میبینه، به این معنا که در درون دولت افغانستان هم دیدگاه و پالیسی واحد که مورد حمایت ملی باشه وجود نداره، بلکه در درون حکومت افغانستان دو دیدگاه کاملا متضاد هست، دیدگاه همکاری با طالبان و دیدگاه دشمنی با طالبان. دولت افغانستان همواره تاکید کرده که در صورت آغاز گفتگوها با طالبان صلاحیت پیشبردهان باید به دست افغانها باشد. همزمان با این برخی از آگاهان کشور میگویند حکومت باید میکانیزم‌های روشنی در مورد آغاز گفتگو با طالبان داشته باشد تا به اساس آن یک روند کاملا افغانی برای رسیدن به صلح در افغانستان آغاز شود. ایجاد شدن دفتر طالبان در قطر میتونه در واقع همو آدرس گمشده را که حکومت افغانستان و یا شورای عالی صلح افغانستان پشتش سرگردان هستن، او دروازه باز میشه و دوستای بین المللی ما که علاقمند هستن برای تامین مصالح در افغانستان، اونا همو مسئولیت خود به عنوان یک فسیلیتیتر یا به عنوان یک تسهیل کننده اونا انجام میتن. گفته میشود با گشایش دفتر طالبان در قطر روند مذاکره صلح با طالبان وارد مرحله تازه خواهد شد و رهبران طالبان نیز پس از 11 سال تعقیب و گریز زندگی سیاسی تازه را برای پیشبرد اهداف خود آغاز خواهند کرد.